به نام خدا و به عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. 82 کودک از یک روستا در ولسوالی چاب ولایت تخار امروز یافت شده است. این دو کودک روز گذشته از اثر سیلابی که بر روستای آبشخک این ولسوالی سرازیر شده بود ناپدید شده بودند. سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار گفت این سیلاب ها زیان های مالی فراوانی بر باشندگان این روستا وارد کرده و آنان به کمک های اولیه نیاز دارند. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در ولایت سرپل چند دانش آموز زخم برداشتند. این مکتب در مرکز شهر سرپل قرار دارد. سقف آن صبح امروز انگام فرو ریخته است که دانش آموزان مشغول درس خواندن بودند. سخیداد حیدری آمر امنیت فرماندهی پلیس سرپل گفت وضعیت زخمی های این رویداد که شمارشان به کمتر از 10 تن می رسد نگران کننده نیست و آنان زخم های سطحی برداشتند. یک بانو در ولایت جوزجان مدعی است که از سوی برادرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این بانوی جوان که یک فرزند نیز دارد با پلیس گفته است که برادرش دو شب پیش در خانهش در روستای شینکوت شهر شبرخان بر وی تجاوز کرده است. پلیس جوزجان میگوید که برادر این بانو گفته است که این عمل را با رضایت خواهرش انجام داده است. مدیر اپراسیون فرماندهی پلیس جوزجان گفت که بررسی ها درباره این رویداد جریان دارد. باشندگان محلی 4 هراس افغان را در پکتیا گرفتار کردند. این هراس افغانان که قصد داشتند در مسیر جاده در روستای شیخان مرکز پکتیا به آزار و اذیت مسافران بپردازند، شب گذشته از سوی باشندگان محل گرفتار شدند و به نیروهای کماندوی ارتش تسلیم داده شدند. احمد جاوید سلیم مسئول مطبوعات فرماندهی لوای اول کماندوی ارتش گفت هراس افغانان در بازداشت نیروها به سر میبرند. وزارت امور داخله از کشته شدن 6 هراس افغان در عملیات های نیروهای امنیتی خبر داد. این وزارت در خبرنامه نگاشته است که این عملیات ها در یک شبانه روز گذشته در مربوطات ولایت های کنر، زابل، لوگر، هلمند و نیمروز انجام شد. خبرنامه افزوده که 5 هراس افغان دیگر در این عملیات ها زخم برداشتند و 7 تن دیگر نیز بازداشت شدند. و بیرون از کشور، ناتو و آمریکا اعلام کردند که هیچ نشانه از عقب نشینی نیروهای نظامی روسیه از مناطق مرزی با اوکراین وجود ندارد. اندرس فوک راسموسن دبیر کل ناتو گفته است که عقب نشینی نیروهای روسیه گام نخست برای کاهش بحران در اوکراین خواهد بود. این در حالی است که روز گذشته کرملین گفته بود که واحدهای نظامی ارتش در روستوف، بلگراد و بریانسویک به پایگاه های دائمی خود برمیگردند. از امرویتان سپاس، خدا نگهدار.